پسرم، زمان من فرا رسیده است. من بالاخره حاضر هستم که از این جهان ودا کنم. باید به من قول بدی با مهربانی با برادرانت رفتار کنی، حتی اگر آنها لیاقتش را نداشته باشند. آنها برادران تو هستند. به من قول بده. قول میدهم. پدر، قول میدهم. بابر در سال 1531 میلادی در سن 47 سالگی از این جهان رفت. با مرگ بابر قلمرو پادشاهی از او خالی بود، در حالی که پسرانش بالای مناطق مختلف امپراتوری پدر حکومت می‌کردند. کدامشان پادشاه آینده؟ معمولاً پسر بزرگ یا بزرگترین پسر جانشین پادشاه می‌گرد. اما مغول‌ها متفاوت از این کار می‌کردند. مغول‌ها قلمرو تحت حاکمیت خود را میان پسران خود تقسیم می‌کردند و هر یکی از پسران در این مناطق به حیث یک قماندان یا جنرال او حاکمیت داشت، حکومت می‌کرد. در این سیستم هر یک از پسران شاه و متوفا حق وراثت داشت. بنابراین در این حالت این پسرها هر یکیشان برای احراز تاج سلطنتی یا جانشینی پدر می‌جنگند و این حالتی بود که در تمام جانشینان مغول‌ها ادامه داشت. در نتیجه بهترین پسر یا لایق‌ترین پسر یا هوشیارترین پسر در نتیجه در اخیر کار به تخت می‌نشست. چون این اتفاق برای بابر افتاد. بابر قلمرو سلطنت خود را بین 4 پسر خود تقسیم: همایون، کامران، عسکری و هندل. 4 پسر بابر بودند. همایون بزرگترین همه بود، در حالی که هندل کوچکترین هم. همایون با قولی که به پدر خود داده بود احترام زیاد نهاد و آخرین وصیت‌های پدر خود را احترام کرد. به همایون قلمرو ماورای دریای سند رسیده بود که شامل دهلی، آگره، برخی از حوضه گنگا در آن شامل. کابل و قندهار به کامران رسید. برای عسکری و هندل مناطق الوار و سنبال رسیده بود، مناطق کوچکی در شمال هندستان بود. بعد از وفات بابر همایون خود را به عنوان پادشاه مغول اعلام کرد. برادران همایون این عمل همایون را قبول نکردند و خوششان نامد. در زمان پادشاهی خود، در زمانی که به تخت نشست، همایون 23 ساله بود و از روز اول با مشکلات زیادی در قسمت اداره امپراتوری خود روبرو. برادران همایون به طور متواتر علیه او توطئه میکرد. اما هر بار همایون آنها را عفو میکرد و به قولی که به پدرش داده بود عمل میکرد. همچنان همایون بسیار توجهی در اداره امپراتوری که به او ارث رسیده بود نداشت. همایون دست و دلبازی زیاد با خزانه امپراتوری کرد و با دست و دلبازی زیاد به همه اشراف و قماندان ها و سربازا پول می پرداخت. کار به جای رسید وقتی که همایون با خطر جدی مواجه شد، خزانه های دولت خالی شد. همایون با 2 مشکل عمده دیگه روبرو بود. قدرت بزرگ دیگه در شبیخ هند حاکمیت او را تهدید میکرد. در نزدیکی های بیهار امروزی شیرشاه سوری و اردوی قدرتمند او موجود بود. در گجرات امروزی، در اطراف گجرات امروزی بهادر شاه با اردوی بزرگ حکومت میکرد. بعد از وفات بابر این 2 قماندان، این 2 حکمران فکر کردند که بهترین زمان حمله بالای مغول‌ها فرا رسید. بهادر شاه قوای خود را جمع آماده ساخت و آماده حمله شد. اما همایون فوری عمل کرد و 2 قلعه مهم در قلمرو بهادر شاه اشغال کرد. این 2 قلمرو عبارت بودند از ماندو و شامپانر. وقتی این عمل واقع شد، با این اقدام بابر بهادر شاه تمام اعتماد بالای
قوای خود از دست داد و به طرف جنوب و مناطق تحت تصرف پرتغالیا در طرف گوا اینجا پناه برد. با تا زمان مرگ خود در سال 1537 در آنجا زندگی کرد. اما در این مدت شاه سوری مشغول نظم و ترتیب و افزایش اردوی خود بود و اردوی شاه سوری روز به روز قوی‌تر و مجهزتر می شد و آماده حمله و جنگ با همایون. دو سال بعد در سال 1539 میلادی شاه سوری و همایون در چاوسه با هم مقابل شدند. جنگ چاوسه یک جنگ بسیار خونبار برای مغلها بود و 8000 مغل در او کشته شد. شاه سوری توانست قوای مغل در چاوسه شکست. همایون برای اینکه خود را نجات دهد مجبور به عقب‌نشینی و فرار شد. اما شاه سوری از تعقیب باز نماند. پی هم متواتر قوای همایون را تعقیب کرد و همایون را مجبور به عقب نشینی پی هم به طرف غرب بینم. همایون تصمیم گرفت بار دیگر استادگی کند و به جنگ شاه سوری برد و این زمان برای مقاومت دومر فرارفی و این مقاومت و این جنگ با شاه سوری در کنوج واقع در سال 1540 میلادی مغلها نظر به حملات قبلی ضعیف شده بود. در نتیجه شکست خورده پا به فرار گذاشتند و آگره به دست سوری ها افتاد و همایون مجبور از خروج از شبه قاره هند شد همراه با خانمش و همکارانش و دوستانش. همایون در یک عقب نشینی طولانی و سخت مجبور شد از شبه قاره هند به دربار فارس ها پناه ببرد. در این سفر بود که در سند خانم همایون ولادت کرد و پسر از او متولد شد که اسم او را اکبر گذاشت و این همان اکبر بزرگ است که بعدا امپراتور مغلها در هند میگه. بالاخره همایون و همراهان به فارس رسید. در آنجا حاکمان صفوی فارس از همایون شاهانه استقبال. حکمران صفوی فارس به خوبی رفتار شد. به همان پیمانه 10 سال قبل در فارس باقی بود.